مجلس شورای اسلامی در نشست غیر علنیش امروز یک شنبه با حضور وزیر امور خارجه و فرمانده سپاه به رأی حداکثری اخیر پارلمان اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران واکنش نشان داد. حسین امیر عبداللهیان در حاشیه این اجلاس به خبرنگاران گفت مجلس طرحی را پیشنهاد کرده که در صورت قرار گرفتن احتمالی سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی در اقدامی متقابل ارتشهای اروپایی را سازمانهای تروریستی قلمداد کند. من فکر میکنم با این اقدامی که مجلس امروز انجام داد و طرحی که دولت رو ملزم میکنه و در عین حال نیروهای نظامی اروپا رو به عنوان نیروهای نظامی و یا ارتش تروریستی قلمداد خواهد کرد، یک اقدام مقابله‌ای خواهد بود و البته در منطقه و در شکل آرایش نیروهای نظامی در منطقه تغییرات عمیقی رو خواهد گذاشت و تأثیرات مهمی رو خواهد داشت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در صورت تداوم روند موضع‌گیری فعلی کشورهای اروپایی علیه ایران، هر اقدامی از جمله خروج از MPT معاهده منع گسترش هسته‌ای محتمل است. اصلاح نکنن هر احتمالی متصوره. به گزارش خبر آنلاین، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت با مقابله به مثل ایران در صورت قرار گرفتن احتمالی سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، هیچ یک از نهادهای نظامی اروپایی در منطقه در امان نخواهد بود و حتی دیپلمات‌های اروپایی در سفارتخانه‌هایشان احساس آرامش نخواهند کرد. به گفته او، اروپایی‌ها پیغام داده و گفتند قصد چنین اقدامی ندارند. این در حالی است که مصوبه پارلمان اروپا در اوایل ماه فوریه در شورای اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مراحل قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد.